بفرمایید بفرمایید. چه جالب، چه قشنگه این خونه. اقلا 50-60 سالش این خونه. برو بالاتر عزیزم، 70-80 سالش هست. جرزا رو ببین. آخه این خونه من یاد خونه مادر بزرگ پدر بزرگم میندازه. خدا رحمتشون کنه. اون چه حیات قشنگی. چقدر خوشگله. وای خدا مرگم بده، ببین چطوری سقفشون ریخته. ای داده بیداد. ای بابا این پنجره ها رو بیدم پنجره ها رو بیدم. چرا وسایلتون همجا بیل کردین؟ چرا این رو جمع نکردین؟ آتش نشانی گفت که کارگر و بنا باید بیاد، احتمال داره سقفش بیشتر بریزه. آن نگران سقفش نباش، ما درستش میکنیم واسه. اینجا مشکل فقط سقفش نیست، تمام این خونه باید یه سر و سامانی بگیر بزنم. آخه این املاکی سر کوچه میگفت که باید همه‌شو بکوبیم. کی رو بکوبیم؟ بابا نباید بکوبین، نگاه کن اینجا چقدر محکم ستوناش. بله بابا. این حالا پا برجاست. بله، بیشتر خونه ها تو اروپا 200-300 سال عمر داره. منتها مرتب بازسازی میشه. همینطوره. آخه اینجوری خرجش خیلی زیاد میشه. تو نگران خرجش نباش، مهمون ما هستی. پس که این ایدی خانواده شماست. دستتون درد نکنه، ما خیلی به شما زحمت دادیم. نه چه زحمتی، چه بهتر بتونیم یه خونه قدیمی رو نجات بدیم، نذاریم بکوبنش، از این ساختمان بدترکیب بسازن. راست میگم، نگاه کنی چقدرم بدترکیب. تازه شما جزی از خانواده ما هستین. شرمنده میشیم اینجوری. آخه خانم انشالله کاشی کاریش میکنی، اونم با اون کاشی فیروزه قدیمی ها بود سبزابی ها. این دیوارا رو راحت میشه با از این آجرای 3 سانتی درست کرد. چی داری میگی خانم سعدی؟ اینا آجر بهمنی حیفه. اینا فقط باید یه خود بسابن و ترتمیز کنن. فقط این در و پنجره هاش پوسیده، به نظر من باید عوض بشه. نه همینا خیلی خوبه دیگه، خیلی گرون میشه. عوضش با ارزشه. اون آقای نیکا بغل بسازه، خودش کارگاه چوبوری داره. بله دایی بابا درست میگه آقا رجیب. نگران